سلام ای روزگار، سلام بر عشق، سلام بر غم، سلام بر خاطرات. خاطرات خیلی زیباست و هیچ موقع هیچ انسانی نمیتونه خاطرات گذشتهشو فراموش کنه، چه بدش چه خوبش. البته بدها فراموش میشه، خوبی ها میمونه. من این یکی دو روز گرفتار اشکای کامبیز و خانوادش بودم، مایا، دارا، که 17 سال با این سگ زندگی کردن، برای نگهداریش کردن و لذت بردن ازش، اینه بچه از دست دادنش. سلام دوستان، امیدوارم که حالت خوب باشه. من حالم خوب نیست. من امروز یکی از سگامو باید میخوابوندم. 17 سال داشتمش، ملکه خونمون بود، سایزش کوچیک بود ولی قلبش از همه بزرگتر بود. فقط خواستم بهتون بگم این حیوانات، این سگا واقعا چیزای عجیبی هستن. از ما انسان ها با وفاترن، با محبتترن، ما ها رو از خودشون بیشتر دوست دارن و هیچ وقت شب ما رو ول نمی کنن برن بغل یکی دیگه بخوابن. من عمرم رو برای سگا میدم. من الان خودم نیستم، نمیدونم چی بگم. میبخشید اینجوری اومدم جلوی دوربین، ولی بهتون گفتم من همیشه خودمم. مخلصتونم. واقعا این سه نفر فکر کنم یاقوت هم خیلی ناراحت شده باشه، ولی چه انسانی هایی هستن که اینقدر ارزش برای حیوان میدن و 17 سال زحمتشو میکشن و الان که از دستش میدن انگار فرزندش رو از دست داده. واقعا من به فرهنگش و اصالتشون و احساسشون نمیخوام تسلیت بگم، بلکه تبریک میگم. من یه پدر بیشتر نیستم، یه پدری که عاشق فرزندشه، عاشق نواهاشه، غم اونا و غم منه و تالا باهاشون رفاقت کردم، باشون واسدم تا اونجا که بتونم در قد و علم خودم. ولی چقدر زیباست احساسهای انسانهای با شرف. از این بر ویدیویی از شهناز تهرانی دیدم که ست کریم رو در روی تخت بیمارستان نشون میده و غزلشون نشون میده. ست کریم افتادن و خاطراتش. ست کریم یه مرد با وجودی بود و آریایی و عشق وطن در خون و رگش ولوله میکرد. خاطرات زیبایی من از این ست کریم عزیز دارم و من آرزو میکنم که به زودی به سلامتی دریابه و به خودش نیرو بده اون تخبیت بیرون، چون یه ملت عاشقتن آقای ست کریم.
بدون ماها اما عاشقتی از تو خیلی خاطرات داری. یادم یاد برای نذر و نیاز شب جمعه می رفتیم شبدالعظیم، یعنی هنوز برنامه ها شروع نشده بود، می رفتیم نذر و نیاز خودمون رو می کردیم و این ست کردیم این غزل خودشو می خوندیم و واقعا به من چه نیروی داد و چه زندگی داد. وای چه خاطراتی از ست کردیم هست که گفتنی ها شیرینه. ست کردیم وقتی که میخون با تمام وجودش میخون، با تمام اصالت ایرونیش میخون. ممکنه نتونه غزلی مثل اکبر گلپا و شجریان ها و دو تشکیلات میخون، ولی همون یه تیکه غزلی که میخون از تای دل عشق ایرانی وجود ایرانیش بود و تفروش نبود. خیلی مهمه ملت بدونین ست کردیم فردی بود از رو جعبه توت زندگیش شروع کردیم با من آشنا شد و خداوند گذاشت تو دست ما و الان ما هم من یکی خودم خاطرات دارم. وای به حال یه ملت چه خاطراتی. واقعا میگم محمود من دلم میام بریم دیزه بزنیم. آقا میرفتیم پایینه میامه همیشه دیزه اینا داشت. آقا میزدیم دیزی بیاد خلاب بیاد آقا میزد زیر این غزلش لکردا. اصلا نمیفهمیدیم ما آبگوش خوردیم یا غزل ست کریم. من عاشق تنهایی سرگشته شیدایی دیوانه رسوایی هم تو هرچه میخوایی بگو، تو هرچه میخوایی بگو. چقدر زیبا غزل میکنم. ما نباید چنین هنرمندانی رو فراموش کنیم. هر جا هر نقطه دنیا هست، حالا لندن جای دیگه هست نمیدونم، آرزو سلامتیشو میکنیم. دلم میخواد با من تماس بگیره چه کاری میتونم بکنم. و من از خانم شهناز تهرانی که او هم در مدت طول زندگیش در زندان ها و فرار و این و اون و دگرگونی های زیادی داشته و دیپورتشن زیادی داشته و تا خلاصه اصیلی بود، هنرمند اصیلی واقعی بود که تونسته تا این لحظه خودشو نگه داره در چنین بانوی هنرمندی کرد که همیشه یاد فرخزاد و همچین هنرمندانی هست. نمیشه این فرهنگ رو فراموش کرد، تاریخ گذشته رو نمیشه فرهنگ. و همین خود امروز من رفتم کابوچینو بخورم، ولی آب با خودم برده بود، آب خوردم.
چقدر بر من جالب بود. اول سه خانوم محترم اومدن، آقای قربانی ما هر شب اگر نوارای شما رو گوش نکنیم، ویدیوهای شما رو گوش نکنیم، خواب نداریم. اون یکی هم داریم کلی اینا تعریف و تمجید و خلاصه به فرما زدم بودم هرچی بخوریم بودم نه به قدری اترام گذاشتم و بلند شدیم عکسی گرفتن و اینا رفتم. دو دقیقه بعدش دو جوون اومدم تا بلاشن قربانی تا منم دست بدم خواست دستم ببینن من از این کارا من کسی نیستم که تو دست من ببوسی. تو بزرگتر از اینی که به من احترام بذاری برای من افتخاری. این دو جوان یکیش از کانادا آمده بود به خاطر رفیقش که رفیقش دو هفته است که در امریکا آمده که بهش کمک کنه از لحاظ جا و مکان نمیدونم با اینا صحبت درد دلی کردیم. جوانی که دو هفته است اومده نمیدونی چی میگو نه ایران هم میگفت شما دیگه باور نکنید اون ایران ایرانه، باور نکنین ایران من داغونه. غم گرفت اصلا به آب بیخورم خود راحت شم ولی سعی میکردم حرفای مرد گوش کنم. بهش نصیحت کردم ببین ما هم ایرانیم مسئله بوکسم رو گفتم که در سان فرانسیسکو 18 سالم بود رفتیم برای مدال گلد دستکش طلای کالیفرنیا داستانا رو گفتم چون نمیخوام اینجا بگم طولانی میشه. بعد من تقیه یارو خورد و خوردم زمین ولی وقتی دیدم بلنگو داره اعلام میکنه ایران گفتم همون ایران من رو بلند کرد عشق ایران. وقتی بلند شدم دستکشم پاک کردم من چون چپ کارم یه راست دادم تو چش سیاه‌پوسته دیدم چشاش به هم میخوره به اون نشونی ناکدش کرد. اون ایرانم بود، اون زندگیم بود، انرژی که به من داد، قدرتی که به من داد. من توی این پنج شب به خاطر ایرانم برنده این برنامه در وزن 60 کیلو شد. این جوان گوش میکرد دفتان کیشو گفتم آقا اینا موندن باری من نمیخوام بیش از این درباره سیاست و تاریخچه دیگه صحبت کنم و از این ور که میبینم رئیس جمهور ما با کلک و دوزخ داره سر مردم رو کلا میذاره و خودشو مردمی اعلام میکنه در سر اینکه یه خائن یه عرب بیشتر نیست. مردم تو رو به خدا مواظب خودتون باشین، مواظب وطنتون باشین، توجه کنین به اعلامیه هایی که شاهزاده پهلوی میده و پرنسس یاسمین. زنده باد ایران من، جاوید باد
شاهزاده پهلویمون و پرنسس یاسمینم، مرگ بر حزب توده، مرگ بر خائنین ملاها که همش جزء توده هستن و ماره عرب هستن. به امید روزی که ملت ایران بشاشه عرب و آب ببره. زنده باد پرچم شیر و خورشید ایران.